ماموریت‌های نجات بروز یکشنبه در مناطق ساحلی تکساس که از سیلاب‌های سنگین متاثر شده تشدید یافت. سطح آب به اندازه بیش از یک متر در جاده‌های برخی از نقاط افزایش یافته است. کامرون کالنز، باشنده محل، با صدای آمریکا گفت او از طریق راهی که رودخانه به نظر می‌رسد سعی دارد یک اندازه مواد غذایی را به دست آورد. موتورم را سیل برد و آپارتمان من در آن سو اکنون زیر آب می شود. مقامات هواشناسی این سیلاب را بدترین سیلاب در تکساس ثبت کردند که تاکنون در آن ایالت رخ داده است. از جمله جان باختگان این سیلاب یکی هم زنی در هیوستن بود که در جریان طوفان رانندگی می‌کرد. مقامات مسئول رانندگی را در مناطق سیلاب زده جدا ممنوع قرار داده است. ریکاردو مارتینز، باشنده منطقه که در طول طوفان در شاهراه گیر مانده است، تاکید بر این هشدار می کند. من به مردم توصیه می کنم در منزل با خانواده خود بمانید. این تنها راه محافظت از این آب است. هلیکوپترها، قایق‌ها و وسایل نقلیه مردم را از محله‌های هیوستن تخلیه می کنند و آنها را به پناهگاه‌ها در مناطق بلندتر می برند. مقامات از مردمی که در خانه های خود گیر مانده اند خواسته است تا بر سقف منازلشان قرار گیرند و با ورود عمله نجات پارچه های سفید و روی پاک هایشان را برای جلب توجه اهتزاز دهند. والی تکساس اطمینان داد که هنوز هم کمک ها در راه است. اولویت اصلی ما حفاظت از حیات انسانی است. بنابراین تگزاس با مقام های محلی همکاری می کند تا هر چی در توان داشته باشد برای حفاظت جان باشندگان تگزاس انجام دهد. سلوستر ترنر، شاروال هیوستن، گفت طوفان آزمون برای جامعه است. اگر آرام باشیم و هر کس مسئولیت خود را انجام دهد، با کمترین آسیب روبرو خواهیم شد و وضع شهر بهتر خواهد شد و به این ترتیب با کمترین ضرر زندگی روبرو خواهیم شد. زن و مرد همه باید نقش خود را ایفا کنند. رئیس جمهور ترامپ که قرار است فردا از منطقه دیدن نماید، از عملکرد دولت فدرال در برابر این فاجعه ستایش نمود و در توییتر نوشت ما تلاش کامل برای انجام این کار داریم و به خوبی آن را به سر می رسانیم. آقای ترامپ گفت دیدار او از منطقه در صورت امکان خواهد داشت که مطمئن شود تلاش ها برای نجات مردم را اخلال نمی کند. لیلما حبیب‌زینی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا.